یک بانوی افغانستانی قرآن را با نخ ابریشمی گلدوزی کرد به گزارش شیویوز این اقدام که توسط یک بانوی افغانی به نام ام احمد صورت گرفته است دست کم پنج سال به طول انجام این بانوی افغانی تبار از سالها پیش آرزوی گلدوزی قرآن کریب را داشته تا اینکه در سال 2016 میلادی تصمیم خود را به اجرا درآورده و شروع به گلدوزی قرآن می کند. ام محمد در این باره میگوید تمام صفحات قرآن کریم را روی 180 متر پارچه نرم تترون چاپ کرده و سپس با نخهای ابریشمی گلدوزی آیه های قرآن کریم را آغاز نموده است و محمد چهل سال پیش هنگام جنگ روسیه در افغانستان به همراه همسر و فرزندانش از بمباران و درگیری فرار کرده و در پاکستان اقامت نموده و پس از آن به مدینه منوره عظیمت کرده است ام محمد گلدوزی 16 جزء از سی جزء قرآن کریم را در مدینه منوره به پایان رساند این در حالی بود که وی مراقبت از یک خانواده پرجمعیت را که متشکل از همسر و سه پسر و پنج دختر است بر عهده داشت این بانوی مسلمان مهاجرت خود را ادامه داد و در شهر بلخ افغانستان اقامت کرد در آنجا هشت جزء از قرآن کریم را به پایان رساند و سپس شش جزء باقی مانده را در شهر استانبول ترکیه تکمیل کرد این اثر هنری کاملا دستباف است از آیه ها و سوره ها گرفته تا گنبد سبز روی جلد گلدوزی شده است این بانوی افغانی از 8 کیلوگرم نخ ابریشم طلایی رنگ و دو نیم کیلوگرم نخ ابریشم قرمز رنگ و یک کیلوگرم نخ ابریشم سبز رنگ در گلدوزی این قرآن استفاده کرده است. سرانجام در 8 دسامبر 2020 میلادی پس از چهار سال و ده ماه کار مستمر این اثر هنری به پایان رسید. این اثر هنری در سه جلد است و در هر جلد با ده کیلوگرم وزن ده جزء قرآن کریم را در خود جای داده است.